اقیانوس‌ها بیشتر از 70% سطح زمین رو تشکیل میدن. پس تعجبی نداره که بیشتر از 50% زمین آمریکا زیر آبه. ما فقط 5% اقیانوس‌ها رو گشتیم. 12 نفر تا حالا به کره ماه رفتن، اما فقط 4 نفر تونستن به دره ماریانا برن، عمیق‌ترین نقطه زمین. فشار بزرگترین چالش ما برای رفتن به اعماق اقیانوس هاست. تو اعماق اقیانوس ها دما خیلی خیلی پایینه، محدوده دید کاملا صفره و انقدر فشار زیاده که فرستادن انسان ها به کف اقیانوس سخت‌تر از فرستادن اونا به فضاست. شما متوجهش نمیشید، اما فشاری که بهتون تو اعماق وارد میشه انقدر وحشتناکه که میشه با فشار 100 فیل بالغ مقایسش کرد. این فشار 1000 برابر بزرگتر از فشار هوا روی سطح اقیانوس هاست. اما وقتی میخوایم بریم فضا، تا از اتمسفر رد میشیم فشار میرسه به 0. ما داریم نقشه سطوح سیاره ها رو میکشیم، اما به نظر آسون تر از کشیدن نقشه کف اقیانوس میاد. ناسا از امواج رادیویی برای گشتن تو فضا استفاده میکنه، اما این متد توی اقیانوس ها کار نمیکنه، چون تریلیون ها و تریلیون ها گالون آب جلوی راهتون رو گرفته. اقیانوس آرام داره روز به روز کوچیکتر میشه، اما اقیانوس اطلس داره بزرگتر میشه. خیلی سال پیش اقیانوس اطلس اصلاً وجود نداشته. وقتی به وجود اومده که آمریکای جنوبی و شمالی از هم جدا شدن. حالا داره اندازش بزرگتر میشه. هر سال حدود 2 اینچ. اقیانوس ها صدای مخصوص خودشون هم دارن که بهش میگن بلوپ. صداش خیلی بلنده، فرکانس کمی داره و کمی هم ترسناکه. این صدا توسط دانشمندان توی سال 1997 کشف شد. چند سال بعد متوجه شدن که این بلوپ به خاطر شکستن یک کوه یخی تو اون نزدیکی تشکیل شده. در اعماق اقیانوس، دریاچه و رودخانه ها هم وجود داره. امکانش هست، چون آب شور و هیدروژن سولفید ترکیبی تولید میکنن که خیلی چگالتر از آبیه که دور و برشه. برای همین رودها و اقیانوس‌ها میتونن در کف اقیانوس‌ها تشکیل بشن و جریان داشته باشن. بزرگترین آبشار دنیا به اسم دره دانمارک استریت هم زیر آبه. در آب‌های بین ایسلند و گرینلند میزان آبی که داره حدود 2000 برابر مقداری که آبشار نیاگارا داره. این آبشار زیر آب وجودش ممکنه چون آب سرد خیلی چگالتر از آب گرمه. پس آب سرد توی آب خیلی گرمتر از خودش پایین میریزه. بزرگترین رشته‌کوه دنیا هم زیر این دنیای زیر آبی رمزآلود مخفی شده. رشته‌کوه بین اقیانوسی حدود 65 هزار کیلومتر طول داره. انسان ها فقط 1% از این رشته‌کوه مشاهده کردن. ما از این رشته‌کوه کمتر از سطح مریخ اطلاعات داریم. یا حتی زهره. اعماق چالش برانگیز. قسمت جنوبی دره ماریانا یه چاکرای خیلی کوچیک در اعماق خیلی بزرگه، کمی بیشتر از 11 کیلومتر عمق. تصور کنید بزرگترین قله زمین، قله اورست رو بذاریم در این اعماق. هنوز بیشتر از 2 کیلومتر فاصله بین نوک قله اورست تا سطح آب باقی میمونه. حدود 94% تمام موجودات زنده آبزی هستن و هنوز 2/3 موجودات دریایی شناخته نشدن. برای همین مدام موجودات جدید کشف میشن که شامل ترسناک تریناشون هم میشه، مثل کوسه کوتوله، دندون نیزه‌ای و کوسه پینه‌ای. تصور کنید چقدر چیزای ترسناک تری اون پایین هست. اون پایین کلی گنج هم مخفی شده. اقیانوس ها حدود 20 میلیون تن طلا دارن، اما نمیشه اونا رو برداشت و استخراج کرد با یه قیمتی که بیارزه. این همه طلا در تمام سطح اقیانوس پخش شده. اگه میشد همه اونا رو بیاریم بیرون، هر انسان روی زمین بهش 4 کیلوگرم طلا میرسید. مرجان ها در آبهای کم عمق دنبال یه راه برای محافظت از خودشون در برابر نور آفتاب بودن. پس یه لایه تشکیل دادن که باعث میشه حس بهتری داشته باشن، حتی وقتی نور مستقیم آفتاب بهشون میخوره. در واقع اونا یه مدل کرم ضد آفتاب طبیعی ساختن. مرجان ها موجودات زنده هستن. دهن، چشم یا چیز دیگه‌ای ندارن که بشه گفت اونا چیزی جز یه سنگ هستن. اما اونا در دسته حیوانات آبزی قرار دارن. بیشتر اکسیژن زمین از اقیانوس ها میاد. دانشمندا میگن حدود 50-80%. اکسیژن توسط گیاهان آبزی تولید میشه، بیشتر هم جلبک. یه سونامی میتونه 30 متر ارتفاع داشته باشه، اما امواج زیر سطوح خیلی بزرگتر هستن و میتونن به ارتفاع 240 متر هم برسن قبل اینکه نابود بشن.
ماهی‌های اقیانوسیه در بدنشون پروتئین دارن که به عنوان یه ضد یخ طبیعی عمل می‌کنه. این پروتئین‌ها به کریستال‌های یخ می‌چسبن و وقتی آب خیلی سرد میشه از ماهی در برابر یخ زدن محافظت می‌کنن. وقتی یه صدف رو میگیرید کنار گوشتون، انگار که دارید صدای امواج دریا که به هم میخورن رو میشنوید. وقتی این صدا رو میشنوید، انگار خاطرات این صدف ها توشون حبس شده. در واقعیت، یه صدف میتونه صداهای اطراف شما رو بلندتر کنه. میلیون ها آتشفشان در اعماق اقیانوس ها وجود داره و 80% فوران ها زیر آب اتفاق میافتن. عروس دریایی یکی از قدیمی ترین آبزیان دنیاست. اجداد اونا بین 100 تا 700 میلیون سال پیش زندگی می کردن. یعنی اونا دو برابر پیرتر از اولین دایناسورها هستن، چون اونا 240 میلیون سال پیش پیداشون شد. کوسه ها هم مدت زمان زیادیه که اینجان، حدود 400 میلیون سال. یه چیز عجیب این که اونا استخون ندارن، اما غضروف دارن، همون چیزی که بینی و چشم ازش تشکیل شده. پوست اونا از ماده‌ای پوشیده شده که بیشتر شبیه دندون به نظر میرسه تا پولک. دندون‌های خیلی محکم. با وجود اونا پوستشون مثل سنباده به نظر میرسه. همینطور بهشون کمک میکنه سریع‌تر و ساکت‌تر باشن. کوچکترین کوسه به اسم کوسه چراغی کوتوله یکی از کوچکترین ماهی‌های توی اقیانوس هاست. چون بزرگترین این کوسه که تا حالا پیدا شده از 20 سانتی متر هم کوچکتر بوده. خرچنگ‌های دریایی هم حدود 500 میلیون ساله که وجود دارن. دانشمندان فسیل‌هایی از گونه‌های غول‌پیکر 2 متری خرچنگ پیدا کردن که یکی از بزرگترین موجودات زنده اون دوران بوده. دلفین‌ها در خواب راه میرن، چون فقط با نصف مغزشون میخوابن. اونا هر بار فقط یه چشمشون رو میبندن. لاک‌پشت‌های دریایی حیوانات خیلی منطبقی هستن. اونا در تمام قاره‌ها زندگی می‌کنن به جز قطب جنوب. اختاپوس ها ساکنان حیرت انگیز اقیانوس ها هستن. اونا خون آبی رنگ، 3 تا قلب و 9 تا مغز دارن. یه مغز مرکزی و 8 مغز دیگه که توی 8 تا بازوی اوناست. اونا همچنین میتونن یه دست قطع شده خودشونو در 100 روز بازسازی کنن. اسفنجای دریایی سر، چشم، دهن، استخون، آبشوش و حتی قلب و مغز هم ندارن، اما هنوزم جزء موجودات زنده هستن. یه اسب دریایی یه گونه از ماهی هاست، با اینکه اصلا شبیه ماهی نیست. این حیوان خاص دندون و معده نداره. غذا خیلی سریع وارد سیستم گوارش اونا میشه و برای همین باید همیشه و مدام در حال غذا خوردن باشن تا زنده بمونن. اسبای دریایی میتونن بیشتر از 3000 میگو رو در روز بخورن. یه نقطه خاص در اقیانوس آرام هست که از تمام مشکلاتتون دور میمونید. دورتر از هر نقطه دیگه روی زمین. بهش میگن نقطه نمو و حدود 2400 کیلومتر از نزدیکترین خشکی فاصله داره. خیلی سخته برسید اونجا. اولا یه ذره خشکی هم اونجا نیست، پس نمیتونید ببینیدش. حتی کسی که در سال 1992 کشفش کرد هیچ وقت نتونست ببیندش. اقیانوس به اندازه خشکی مورد اصابت رعد و برق قرار نمیگیره. اما وقتی این اتفاق بیفته، نتایج خیلی بدتری از خشکی داره، چون آب رساناست. رعد و برق در تمام اقیانوس خیلی سریع پخش میشه. آب سرد دور بدنتون وقتی دارید شنا میکنید میتونه حس تازگی بده، اما اصلا لایه محافظی برای شما نیست و هنوز میتونید آفتاب سوخته بشید. در واقع آب فقط 10% امواج فرابنفش رو بازتاب میکنه. حتی شن 15% بیشتر امواج خورشیدی رو بازتاب میکنه. دما در نقاط مختلف اقیانوس فرق میکنه. بعضی وقتا میتونید آبی پیدا کنید که 4 درجه سانتیگراد دما داره، در حالی که کانالهای هیدروترمال هم توی اقیانوس ها وجود داره. اونا آبی آزاد میکنن که 400 درجه سانتیگراد دما داره. یه اتفاق خاص هست که بهش میگن اتفاق اقیانوس شیری. صحنه خیلی زیبا که آب توسط کهکشان طوری نورانی میشه که انگار از سیاره ما نیست. این منطقه انقدر بزرگه که میتونید از فضا ببینیدش. این اتفاق رمزآلود بیشتر در اقیانوس هند دیده میشه. بعضی وقتا که در ساحل نشستید میتونید توی افق نورهای سبز ببینید. این اتفاق به این علت میفته که اتمسفر نور خورشید و موقع وارد شدن خم میکنه.
بعد از اون نور به رنگای مختلف شکسته میشه. منشورهای نوری دقیقا همین شکلی نور رو پخش میکنن و رنگین کمونای کوچیک میسازن. سیاه‌چاله ها قدرت جاذبه خیلی خیلی زیادی دارن. حتی نورم نمیتونه از دستشون فرار کنه و جذبش میشه. همین اتفاق برای نقاطی که توی اقیانوس ها پیدا شدن میفته. بله، لازم نیست برید به فضا تا سیاه‌چاله ببینید. روی زمینم وجود دارن. فقط نور رو جذب نمیکنن، اما آب و چرا؟ بعضی وقتا گردابای بزرگی به وجود میاد، حتی بزرگتر از شهرها، که برعکس جریان اصلی میچرخن. میلیاردها تن آب و جذب خودشون میکنن. همینطور هر چیز دیگه‌ای که سر راهشون باشه. رسیدیم به پایان این برنامه. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا به محض آپلود ویدیوهای جدید باخبر بشین. با مغز باز همراه باشید.